درود بر شما. نه، بهروز عزیز حرفای من رو زدن، یعنی کمک کردن به من در پاسخ به اون دوستان. دقیقا همین عزیزانم، به اضافه این که عالی پیام الان خب شعرشو میگه، شعرهای حماسیشو میگه، اون چیزی که به نظرش میرسه در اون برنامه‌های جدی بگیریم راهنمایی میکنه جوانهای کف خیابون رو. این دلیل نمیشه که عالی پیام در فردای پیروزی هم صلاحیت دخالت در امور مملکت رو داشته باشه، یا اینکه بخواد بیاد توی دولت تشکیل بشه یا توی جزء ستاد رهبران قرار بگیره. عالی پیام حد و اندازش اینه. فردای پیروزی عالی پیام نه حقوقدانه، نه اقتصاددانه، نه این کاره است، نه میتونه وزارتخونه رو بگردونه، نه میتونه نماینده مجلس بشه. عالی پیام دوباره باید بشینه چشاش رو وا کنه، جای ایرادی اشکالی دید دوباره انتقادش رو بکنه، اعتراضش رو بکنه، راهنماییش رو بکنه، گیر بده. کار امثال من اینه دیگه. ما بیشتر از این که از دستمون بر نمیاد. هر کسی حد و اندازه خودش در فردای پیروزی، هم ما آدمهایی رو داریم که لیاقت این رو داشته باشن که بخوان حکومت رو تشکیل بشن. از نارمکی عزیز تشکر میکنم که بسیار خوب و به جا گفتن. مرسی از شما. خانم قیاسفند بفرمایید، اصلا یک پیام از هموطن. بله حتما. آقای مصطفی از تبریز نوشتند: آقای عالی پیام، از شهر شهریار شاعر برایتان پیام میگذارم. پیشنهاد میکنم هر از چندگاه شعری هم خطاب به اهالی شهرهای مختلف ایران بسرایید، چون قریحه اش را دارید، اما ما شما را متعلق به همه ایران می دانیم، هرچند که زبان شما فارسی است، اما با همین زبان ارتباطی می توانید اهالی شهرهای مختلف ایران را مورد خطابتان قرار دهید و این کار مسلماً شما را به مرتبه یک شاعر ملی خواهد رساند. زنده باشید. سپاسگزارم. درست برای دوست عزیز. من فکر میکنم که این دوست عزیزم همه شعرهای منو نشنیده. توی کانال من سر بزنم تو یوتیوب، همین شعری که امروز در اول این برنامه پخش شد، من از کردها، از بلوچها، از بچه های اهواز عربها، از ترکها، از همه نام بردم. فکر نمی کنم که کسی رو از قلم انداخته باشم و تو اکثر از شعرهای من برای من فرق نمی کنه. آخه یه بار توی انجمن یکی از به من گفته بود که آقای پیام شما نظرتون راجب کرد چی؟ اولا خب من این همه راجب کولبرای کرد هم مطلب دارم تو کانالم، هم تو شعرام هست. بعدم گفتم عزیز من اصلا این سوال تو غلطه، نظر تو راجب کردا چیه؟ سوال غلطه. چون آخونده بود که توی برنامه های پاسخ به پاسخ میگفت سوال غلطه. ببینید، به نظر من اونجا هم گفتم یه کرد خوب بهتر از یه لور بده، یه لور خوب بهتر از یه عرب بده، یه عرب فهمیده بهتر از یه فارس نفهمه، یه فارس فهمیده بهتر از یه بلوچ بیشعوره، یه بلوچ باشعور بهتر از یه ترکمن فهمیده است. اصلا به ترک و فارس و بلوچ و ترکمن نیست که، بستگی داره من چقدر شعور دارم، چقدر منش اجتماعی دارم. اینه که تعیین میکنه شخصیت منو، حالا من هر نژادی بخوام داشته باشم. من اصلا با این که ترک نیستم، ولی خب به خاطر دوستان بسیار زیادی که از ترک ها دارم، تا حدودی به یه سری جملات و اصطلاحات و واژه‌های ترکی آشنا هم. یعنی من الان برم تبریز لای نمیمونم توی خرید و تاکسی سوار شدن و آدرس پرسیدن و لاغر زندگی معمولی، اینقدر ترکی بلدم. و تو خیلی از شعرام هم استفاده کردم از واژه‌های ترکی، اصلا مصرع‌های ترکی دارم، بیت‌های ترکی دارم. این دوست عزیز من خیلی دوستش دارم، یه خود بیشتر شعرهای منو بخونه، ارادت منو به همه اقوام ایرانی میدونه و میبینه که برای من فرق نمیکنه که این فارس، اصلا زبون مهم نیست. من به یک زبان مشترک اعتقاد دارم، ما همه ایرانی ها یک زبان مشترک باید داشته باشیم که بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم دور یک میز. ولی احترام میذارم به تمام زبان ها، هر
قومی حق داره زبان مادری خودش رو داشته باشه، تبلیغ کنه، با اون زبان آموزش بده، با اون زبان ادبیاتش رو، روزنامه داشته باشه، چیز تلویزیونی رادیویی داشته باشه. و یه چیز مسلمیه، ما همیشه گفتیم نژادپرست هم نیستم و همتون رو دوست دارم. یه حرفای ممکنه مثلا 20 سال پیش 15 سال پیش زده باشم که مال اون موقع است. من خیلی از اشعارم رو در چاپ‌های بعدی از کتابم حذف کردم، خیلی از اشعارم رو تو فضای مجازی جمع کردم، چون این تفکر 20 سال پیش من بوده. من الان عالی پیام 20 سال بعدم، ولی دوستتون دارم دیگه. چی بگم؟ خیلی ممنون از شما. بله، ایشون باید همه شعرها رو ببینند. آقای عالی پیام، ببخشید، آقای عالی پیام شاعر همه مردمه. خدمت شما عرض شود که آقای عباسپور بفرمایید، حالا نوبت شماست. ممنونم جناب دانشور گرامی. درود میفرستم خدمت همه دوستان، به خصوص جناب عالی پیام گرامی. خدمتتون عرض کنم همون مطلبی که آقای حسن دانشور به شما گفتن، که شما درسته که تواضع دارید امثال شما، ولی همین پیام آقای مصطفی از تبریز این رو به ما ثابت میکنه که شما هستید یکی از اون رهبران میدانی امروز که فالوورهای زیادی دارید. مردم شما رو به عنوان یک چهره میشناسن و به عنوان یکی از رهبران میدانی به شما احترام میذارن. حتی همین نقش رو هم شما اگر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ایفا بکنید، بازم من فکر میکنم برای مردم همین جایگاه رو خواهید داشت. و نوبتی که من گرفتم این زمانی بود که آقای اسفندیار دانشور سوال کردن راجع به حد و مرز خشونت. ما بارها توی این جلسات خودمونم گفتیم که ما از جنبش 88 یا حتی قبل از اون هم هر اعتراضی که شده اصلا از جانب مردم خشونت نبوده و این همه فیلم و ویدیو هستش که خود نیروهای نظامی هستن که چه خشونت هایی به خرج میدن و چه خرابکاری هایی میکنن به خاطر اینکه بتونن مردم رو سرکوب بکنن. الان هم آقای عالی پیام فرمودن من حقوقدان نیستم، ولی خانم شیرین عبادی که دارنده جایزه صلح نوبل هم هستن، ایشون حقوقدانن. حتی از جانب ایشون و کارشناسانی مثل ایشون ما الان در رسانه ها میشنویم که از نظر حقوقی دفاع جزء حق مردمه، یعنی در مقابل خشونت باید از خودش، یعنی این وظیفه است، باید از خودشون دفاع بکنن. این رو من میخواستم بگم که واقعا این خشونت از جانب مردم نیست و این شیوه مبارزه رو اون طرف مقابله که داره تعیین میکنه که طرف مقابل من تا چه حد میتونه به من خشونت نشون بده. اگر با تفنگ ساچمه‌ای میزنن مردم رو کور میکنن، اگر با تیر جنگی میزنن و مردم رو میکشن، جوانای مردم رو میکشن، این حق مردمه که دقیقاً با همین روش مبارزه بکنن با اون کسایی که طرفشون ایستادن. این میشه دفاع مشروع، این اصلاً خشونت نیست. و همینجوری هم که آقای عالی پیام گفتن، اصلاً نه ما میتونیم تشویق به خشونت بکنیم، نه میتونیم جلوی این خشم مردم و جوونا رو بگیریم، به خاطر اینکه این نظامی که داره به این خشونت دست میزنه و معلوم نیست که تا کجا میخواد ادامه بده. تا هر کجایی که ادامه بده این حق مردمی که خودشون دفاع بکنن. و مسئله بعدی هم این که من خودم از این که دیر به جلسه رسیدم، منم قطره‌ای بودم در این سیل جمعیتی که به برلین رفته بودن و از برلین الان اومدم خدمتون رسیدم حدود یک ساعت پیش. تا زمانی که این سیل جمعیت تو خیابونه، این همه آدم وقتی از پلیس، از نیروی انتظامی که اومده حافظ نظم و انضباط باشه که مردم صداشون رو بلند بکنن، تا زمانی که خشونت نبینن، ببینید این سیل جمعیت رو یک نفر توی این فیلم ها و عکس ها نشون داده میشه که یک نفر پاشو از خط قرمز ها فراتر نگذاشت. این همیشه دو طرف است.
اینه که من زیاد پرحرفی نکنم جناب دانشور، فقط میخواستم بگم که ما این خشونت رو، این خشم رو بذاریم به پای اون خشونتی که نظام داره فشار میاره و اعمال میکنه به مردم، و مردم این حقشونه که دقیقا همونجور متقابلا پاسخ این نظامیان شورشگر بدن. من میخواستم نظر آقای عالی پیام هم بدونم. ممنون میشم. بله، دو تا مطلب رو فرمودید. من اول راجع به دومی صحبت میکنم. ببینید عزیزان من، شما یه گربه رو وقتی که توی تنگنا قرار بدید، یه چاره ای نداشته باشه برمیگرده چنگ میزنه. یه کلاغ شما وقتی اذیت کنید نوک میزنه. توی بیابون اگه به یه ماری بر بخورید، این ماره تو رو ببینه راش میکشه میره. ولی اگه پاتو بذارید دومش برمیگرده نیش میزنه. وقتی هر حیوانی این حق رو داره که در مقابل تعرضی که بهش میده خشونت به خرج بده، دفاع کنه از خودش، ما انسان ها چرا این حق رو نداشته باشیم؟ اون دوست عزیزمون گفتن که به رژیم باید بگیم خشونت نکنه. آقا رژیم که حرف ما رو گوش نمیده. اگه رژیم حرف ما رو گوش میداد که بهش گفتیم آقای محترم، محترمانه بذار برو، اون که کار خودشو میکنه، من که با رژیم طرف نیستم، من به رژیم نمیرم بزنم، من به مردم خودم میتونم بگم. خیلی از دوستان اومدن نشانه های ما امکان تهیه کردن اسلحه داریم، بکنیم یا نکنیم؟ گفتم اگه امکانشو دارید بکن، چرا نکنید؟ آقا فاز دوم انقلاب، اگر مردم کف خیابون موفق نشن مسالمت آمیز، یا با همین لوله و کوکتل مولوتوف و تیکمون و اینهایی که دارن دفاع کنن از خودشون، حقشونه که حق دست و اسلحه ببرن، چرا نبرن؟ آقا مردم بالاخره یه روزی کلانتری ها رو فتح خواهند کرد. ما اصلا توی این جدی بگیری، ما گفتم آقا فلان لباس شخصی رو میگیری، اسلحه‌شو برایش می‌ریزی تو آتیش. چرا می‌ریزی تو آتیش؟ خودت نمی‌تونی استفاده کنی، بده به یکی استفاده می‌کنه. این شوکر رو برای چی می‌ریزی تو آتیش؟ استفاده کنید. حق طبیعی ماست. ما وقتی که مورد خشونت واقع میشیم، خشونت میاره. خشونت رو باید با خشونت جواب داد. با گاندی بازی و نلسون ماندلا بازی نمیشه که جلوی رژیم ایستاد. اینا هم اون تجربه 57 رو بارها من دیدم. این آخوندا میگن، میگن ما مثل شاه نیستیم بذاریم بریم، ما تا آخرش وایسادیم. و تا آخرش وایسادن چون هیچ جای دنیا جاشون نیست، خودشون هم میدونن هیچ جای دنیا براشون امن نیست. بهترین راه اینه که آقا بیاین تسلیم مردم بشین، ما شما رو عادلانه محاکمه خواهیم کرد، قول میدیم اعدام هم نکنیم، ولی به جزایی که لازمه میرسونیم با کمال رأفت. راجع به رهبریت که فرمودید دوستان عزیز، من خواهش ازتون میکنم، خیلی ها به من میگن علی پیام تو بعد انقلاب وزیر ارشاد میشی، تو بعد انقلاب فلان میشی. دوستان من یه مدیر کلم نمیتونم بشم، من یه رئیس اداره هم نمیتونم بشم، چون بلد نیستم. کاری که بلد نیستم هیچ وقت نمیتونم بکنم. من در هر رژیمی که باشه منتقدم، در رژیم قبلی هم منتقد بودم، در این رژیم هم منتقدم، در فردای پس از پیروزی هم من یک منتقد خواهم بود. یعنی میشینم نگاه میکنم ببینم کی پاشه کج داره میذاره، هوش کنم، شعر طنزمو هوار کنم سرش، بگم دروغ داری میگی، بگم صداقت نداری، بگم داری خیانت میکنی، بگم داری اشتباه میکنی. من یه منتقدم، بیشتر از اینم از من توقع نداشته باشید. این خواهش میکنم ازتون، از باب تواضع نمیگم، اصلا در قد و قواره یه حالو نیست که بخواد رهبر بشه. آیندگان به شما چه خواهند کنید که رهبرتون حالو بود؟ این رهبری رو از ما یکی خواهش میکنم دور ما یکی رو قلم بکشید. من مخلص همه مردم هستم، تا جون دارم در کنار مردمم هستم. خیلی امکانات داشتم ازش گذشتم، به خاطر سرزمینم، به خاطر این پرچمی که پشت سرمه، به خاطر نسل‌های آینده، و تا آخرشم هستم. و امیدوارم که این لیاقت رو داشته باشم که هیچ وقت جدا نشم از مردمم، حتی اگر مردم من به من پشت بکنن یا به من نخوان منو یا به من فحش بدن، من همینم که هستم. درود میفرستم بر همه شما. باز اگه سوالی هست من در خدمت شما هستم، به اضافه که خیلی از دوستان کمک دارن میکنن به جواب دادن من، مثل از شبت که شهرام عزیزم. بله دقیقا درسته، خشونت میاره و این حق طبیعی مردمه.
من تایید. بله دم شما گرم. اسفندیار دانشفر F9 زدی مثل در واکنش به آقای. آره من با اجازه فقط در واکنش به آقای شهرام میخواستم بگم که حالا من شاید من خیلی دقیق نتونستم منظورم برسونم و شاید ایشون دقیق متوجه نشدن. ببینید این خیلی حرف نحیف و بچگونه و ابلهانه‌ایه که ما بگیم که آه چرا مردم ایران خشونت نشون میدن. من خودم خیلی دارم خواهد پوست ملا کنده بشه مثل بقیه و میدونم چقدر ملت ایران درد کشیدن. شما طبیعتاً اینو متوجه هستین. نه من صحبت که میخواستم بکنم مسئله خشونت شاید اینو خیلی متوجه نشدین. منظور من این بودش که در سطح کل اگر این خشونتی که داره شروع میشه و حق مردم هم هست شروع بشه خیلی عالی. یک موقعی هستش که باید این قضیه خشونت بتونه کم بشه و به فکر این باشیم که یک جامعه سکولار دموکرات و با به حساب احترام به قانون به حساب پابرجا بکنیم و مسئله خشونت و این انرژی که تو جامعه هست و باید اینو کادبندی بشه. من بیشتر اینو منظور دارم. خیلی F9 خیلی کوتاه باید بشه. آره من فقط میخواستم همینو بگم که منظور انتقاد به خشونتی که در خیابان ها هست یا بعد از حقشون دفاع بکنند اصلا اون نبود، خیلی پروازه و طبیعیه و من هم مدافعشم. یه چیز دیگه بودش که داشتم اشاره بهش میکردم، بحث رو دیگه قطع میکنم. خیلی ممنون. خانم فرزان شما نوبت گرفتید، بفرمایید. شما گرامی برنامه، من میخوام برگردم بحث رو ببرم بر موضوعی که بالاخره شخصیت هنری جناب عالی پیام سالهاست در اون حوزه داره کار میکنه به عنوان یک هنرمند و یک منتقد. آقای عالی پیام گرامی، سوال من مشخصا در رابطه با پروتست آرت هست و هنر اعتراض. میخواستم مشخصا از شما بپرسم که نقش هنر اعتراض رو در پیش برد این انقلاب که جوونا دارن تو این مسیر پیش میبرن چقدر میبینید؟ با توجه به اینکه ما دیدیم به عنوان مثال یک سرود برایه نماد یک انقلابیه که انقلاب نوین جوانان و زنان امروز ایران هستش. خب من خیلی خوشحال شدم با توجه به اینکه شما همیشه طنز میگفتین، شعری که در ابتدای برنامه بود تقریبا حال و هوای حماسی به خودش گرفته و خب گرچه طولانی بود ولی من فکر میکنم شما توانایی و قابلیت این رو دارین که در کلیپ های خیلی کوتاه برای توییت شدن، برای در فضای مجازی انتشار پیدا کردن هم از هنر زیبای خودتون استفاده کنید. به هر حال هنر اعتراض رو من میخوام شما در موردش صحبت بکنید و نقشی که میتونه در این مسیر داشته باشه. حالا به هر حال این هنره که میتونه احساسات مخاطب رو و کنشگرای اجتماعی رو به سمت اون تبلور اون انقلاب، تحقق اون انقلاب یه مقدار توسعه بیشتری بده. در این زمینه همه کار میکنن، ما ببینیم پوستر هست، شعر هست، موسیقی هست و از همه طرف داره به این کمک میشه. با توجه به اینکه جوانهای ما دارن از شیوه های خلاقانه در مبارزه استفاده میکنن، من مایل بودم شما به عنوان یک هنرمند در رابطه با نقش هنر اعتراضی در پیش برد انقلاب جوانان و زنان ایران گفتگوی رو با ما داشته باشید. سپاس گذارم. درود بر شما. من فکر میکنم که پاسخش سوال شما در خود سوال شما هست. اصلا تو همه انقلاب ها، فقط این انقلاب جاری در ایران نیست، هنر نقش بسیار بسزایی داره. خیلی از اون انقلاب ها اصلا دیگه ازش صحبتی نیست، رفته تموم شده، ولی اون اثر هنری هنوز بجاست. بلاچاو هنوز یک اصلا چیزی فراموش شدنی نیست در موسیقی اعتراضی یا عرض شود که
بسیاری از ترانه‌های زده شعله در چمن در شب وطن مرا ببوس اینها، خب یه نمیشه گفتش که تاریخ مصرفی داشتن تموم شده، داره برای اون موقع بود، ولی اون قضایانی اون تفکر دیگه نیه، اون شرایط نیه، اون انقلاب دیگه نیه، ولی این هنره به جا مونده، بسیار مؤثره و من بسیار خوشحالم که توی کلیپ هایی که برای من میرسه دوستان میفرستم و من بسیاریش رو پست میکنم در کانال تلگرامی شبنشینی حالو، از این هنر اعتراضی پست میکنم و چقدر خوشحالم ما چه کارهای خیلی خوب و درستی داره میشه. حالا بعضی از اینا لو میرن توسط رژیم دستگیر میشن، مثل یوسفی عزیزم، اون دوتا کار بسیار ارزشمندش، یکی کار اخیرش که برای این انقلاب کرد و یکی برای کودکان کار. بسیاری جوان ها اصلا ناشناختن، شناخته شده نیستن، نمیدونم کیان، موسیقی درست، آهنگ درست، تدوین درست. همین شروین عزیز 80 میلیون فکر کنم بازدید خوردی آهنگش، یه جوان تو اتاق خواب خودش به قول معروف با پیانوش نشسته یه چیزی رو زده، جهانی میشه. چقدر اجرا ما در سر تا سر جهان داشتیم توسط خواننده هایی که اصلا فارسی زبان نیستن، اصلا جا افتاد به عنوان اثر بسیار تاثیرگذار. هیچ کس نمیتونه منکر نقش هنر اعتراض بشه و من خوشحالم که هنرمندان ما در این زمینه کم نذاشتن. ممنون از شما. خانم قیاسفند بفرمایید. خیلی ممنون. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتند: من امروز صبح از برلین برگشتم و هم غرق شادمانی و هم نگرانی هستم. به نظرم میرسد که عده کمونیست و تجزیه طلب میخواهند اتحاد سکولار دموکراتیک ما مردم را به نفع خودشان مصادره کنند، به خصوص اگر دعوت کنندگان این گونه تظاهرات گوشه چشمی به آنها داشته باشند و یا راهی برای جدا کردن آنها از سکولار دموکرات ها پیدا نکنند. این تبلیغ تفرقه نیست، بلکه مقاومت برحق در برابر تجزیه است. خیلی ممنونم. بفرمایید جناب علی، واکنشی دارید؟ هر شرطی من به این خانم هموطن بگم سکولار دموکراسی راه خودش رو ادامه میده با تمام قدرت و توان و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. خب وقتی که ما میگیم دموکراسی، لازمش اینه که همه میتونن حق حرف زدن دارن دیگه. کسی حق تحمیل کردن خودش به مردم رو نداره، ولی حق حضور داره، حق حرف زدن داره. اون کمونیستا چپام خب یه احزابی هستن در آینده ایران، اگر طرفدار داشته باشن، اگر مردم جدی بگیرنشون، اگر قدرتی داشته باشن در میان توده ها، اونها جایگاه خودشون داشتن خواهند داشت به اندازه خودش، هر کسی به اندازه خودش. این نیست که ما بخوایم دهن همه رو ببندیم یا جلوی همه رو سد کنیم یا پرچم کسی رو به زور بگیریم بکشیم پایین. این مردم هستن که در آینده انتخاب خواهند کرد. مرسی از شما. داخل آقای آدم عبدی بفهم. با درود و سلام به حاضرین در نشست میثان و خوش آمدگویی حضور آقای عالی پیام گرامی. آقای عالی پیام برسان به ملاها و آخونده ها، با آنها بگو هر بانوی زنی که روسری از روی سر برمیدارد تمام عقاید و ایمانش دود نمیشود و هوا نمیپرد. هر بانوی که آن تیکه پارچه را از روی سرش برداشت خردش و عقلش هنوز سر جایش است. باید آخونده ها به هوادارانشان بگویند یک زن و بانوی بدون حجاب میتواند ایمانش از خیلی حجابداران محکمتر باشد.
حتی عفت را که خیلی روی آن تاکید میکنه، یک زن چادری میتواند خیلی بیشتر و بیشتر در ذهنش به امورات جنسی مشغول شود تا یک بانوی بدون روسری. این به توانایی و ظرفیت فکری آن بستگی دارد، نه به حجاب یا بدون حجاب. آقای عالی پیام، با آخوندها بگو به میدان بیاین و حداقل برای هواداران خودشان روشن نمایند که یک زن بدون حجاب سرسوزن شخصیت انسانی و معنویش کمتر از یک با حجاب نیست و حتی میتواند شخصیت معنوی برتری هم داشته باشد. آقای عالی پیام، آخوندها رو بخوان تا پیش از آن که یه خونریزی وسیع صورت پذیرد و دانه های سمی یا بعض سمی و زهرآگینی را که با دید بسته و محدود خود آخوندها به هوادارانشان القا کردن جمع‌آوری کنند تا ذهن و احساسات مردان جوان را مسموم نکند. و زیستن برای نیمی از جامعه شکنجگاه اجتماعی درست نکنند که شکوفایی بانوان شکوفایی آقایان را به دنبال دارد و این شکوفایی با اجبار و توسری و زندان ساختن برای آنها به دست نمی آید. چند سال پیش در یک مسابقه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور می گفت که در مکانی به خانومی روبرو شده که در سطح یک مرد می تواند دارای اندیشه باشد، انگار که اولین بار است که کشف کرده زنان هم می توانند فکر کنند. این جملات روحانی آه از نهادم در آورد که این ملا و دارای کلی تجربه و دوره دوم رئیس جمهوریش تازه به این نکته رسیده است که یک زن هم سطح یک مرد میتواند فکر کند. همین حالت و روحیه خطا و اشتباه که در روحانی بود در بین خیلی از ملاها هم وجود دارد و جوانانی که این بحث‌های تلخ و سمی را مسخ میکنند چقدر میتوانند جو فرهنگی و زیستی را برای ما آلوده کنند. بنا به آموزش های غلط آن چند جوان که مسموم این آموزش ها شدن، در ذهن و احساساتشون نیاز به پاک شدن این سموم دارن و با این آلودگی شخصیتی که نتیجه بحث های سمی همین آخوندها است و دنبال دختری در خیابان بیفتن چون روسریش رو برداشته و در آتش انداخته و حالا چند تا لاخ موش پیداست، باید به او تجاوز کنن و پیش و سپس بکشندش که از بوی گند عمل خودشان فرار کنند و فکر کنند تمام شد جنایتشون. این بحث که خلاصه کنید لطفا. چشم شد. این بحث های مسموم در جامعه رو خود آخوندها بهتر از گروه های دیگر میتوانند جمع کنند، به ویژه برای هواداران خودشان. امیدوارم بتوانند ثابت کنند که معنویت و اخلاق و خرد و فهم که نشانه آدمیگری است هنوز در آنها وجود دارد و نخشکیده. آنها هم به سهم خود در اطلاع فرهنگ و معنویت ایران با قدم‌های مثبتی همکاری نماید. یک نکته کوچیک هم در رابطه با این موضوعی که در رابطه برنامه‌ریزی و تربیت ناخدا فارسی و جناب آقای عالی پیام بحث شد، به نظر من برداشت خودم رو داشتم که این آقای عالی پیام روی خرد جمعی تاکید می‌کردن و آقای کاپیتان هم روی خرد رهبری که از یک جایی به صبح برنامه‌ریزی باشه تر باشه. خرد جمعی از میان خردهای فردی آمدن و این فردها تک تک ها میتونن رهبری باشن. چه بهتر که این رهبری توری باشه، تو مسئله توری بیشتر کار شه. در حالت دوستان در این مورد به اندازه کافی صحبت کردن، شاید نیاز به بیان کنم. تشکر از حوصله. مرسی از شما واکنشی ندارین، ما از بیرون یک پیام بیاریم جناب علی. بله، اصلا مسئله حجاب که دیگه سالبهی به اندفاع موضوع مردم از حجاب عبور کردن. خود رژیم هم میدونه اصلا حجاب اصلا موضوعیت شرعی نداره، یه چیزی رو گفتن توش موندن و الان سنگر حجاب رو مردم فرد کردن به سمت سنگرهای جلوتر دارن. بله، خیلی ممنون. ما خدمت رو از شد کمتر از نیم ساعت وقت داریم و تعداد دوستانی که پرسش یا اظهار نظر میخوان بکنن زیاد، مسلمان به همه نمیرسیم و ما ارجحیت میدیم به داخل، ولی فعلا از بیرون یک پیام دیگه بیارین خانم قیاسفند گرامی لطفا.
بله حتما. آقای مهرداد عبدی نوشتن متاسفانه بزرگانی که در خارج از کشور هستند به خود باوری نرسیدند و ترس و بیم را در همه آنها میتوان دید. از پرسشی نیست. خیر پرسش نیست، یک نظره. منظورشون از بزرگان رو نمیدونم، ولی احتمالاً همه خارج از کشوری هاست که احتمالاً نامشون هم درخشانتره. ایشون نوشتند که این بزرگان به خود باوری نرسیدن و ترس و بیم را در همه آنها میتواندید. آیا این ترس و بیم هست یا اگر که شاید آقای عالی پیام نظری داشته باشن در این مورد؟ بله ببینید، الان متاسفانه یک حرکت هایی رو ما در همین بزرگانی که ایشون فرمودن میبینیم که بوی حسادت میده، یعنی نشون میده دغدغه وطن ندارن. من دارم میبینم این یکی دو روزه حمله های بسیاری به آقای حامد عزیزمون شد، حامد اسماعیلیون. ایشون بسیار کار بزرگی کرد، ادعایی هم نداره. من ندیدم ایشون بیش از اون چیزی که خودش معتقده که یک فردی از 85 میلیون جمعیت ملت ایران ادعای دیگری داشته باشه. حمله هایی که داره به ایشون میشه بوی حسادت میده، بوی رقابت میده و این خیلی بده، این خیلی زشته. تو اگر که جایگاهی میتونی در بین مردم داشته باشی، با مردم بودنته. سعی نکن دیگران رو زیر پات بذاری که بری بالا، دستت به سر دیوار برسه. همه آدم های قد بلند رو هم نمیشه هرس کرد که بشه اندازه من. من اگر کوچولم کوچولم دیگه، باید یه کاری کنم بلند میشم. خیلی خیلی زشته. من با حرف این دوست عزیزمون موافقم، نکنن این کار رو. کسانی که فکر میکنن از قافل عقب موندن، این راهش نیست. خیلی ممنون. من یک F9 زدم اینجا، به خودم وقت کوتاهی میدم در تایید شما، صحبت شما این به ذهنم رسید. من حالا اسم میبرم، اشکالی هم نداره. فکر میکنم در تلویزیون آقای شهرام همایون به تازگی یک مصاحبه داشت آقای تغیزاده، در اونجا ایشون با لحن تحقیرآمیزی نسبت به حامد اسماعیلیون صحبت کرد که اصلا گفتن شدم شرمش میاد که هر کس خونش قهر کرده رهبر میشه، ادعای رهبر میشه. مقایسه کرد ایشون رو با اون خواننده‌ای که سر تا پاشو خالکوبی کرده و چند تا فرزند 1 میلیون فالوور هم داره که مثل خودش هستن شاید، و اصلا چنان شروع کرده و تاختن که الان مثل اینکه جای ایشون رو گرفته. و من واقعا برام خیلی علامت تعجبه و علامت سواله که یک تلویزیون آقای شهرام همایون چنین تریبونایی رو میذاره، اونم در چنین موقعیتی، اونم با در تهمتایی با یه همچین شخصیتایی. واقعا باعث خیلی افسوسه. همین رو می‌خواستم عرض کنم. به اندازه افنا هم صحبت کردم. داخل آقای دانشور شما باز یک زدی شروع کن. خیلی ممنون. ببینید من به 3 نکته خیلی کوتاه اشاره میکنم چون وقت زیاد نیست. دوستان دیگه هم میگم F9 زدن. یکی فراموش کردم بگه، صحبتی که جناب عالی پیام راجع به دولت مداران غربی کردیم، فکر کنم باید یک کمی روش تعامل کرد که این که دولت مداران غربی نمیخوان جمهوری اسلامی از بین بره، میخوان منافعشون گره خورده با موجودیت جمهوری اسلامی. علت چه اینه که یه همچین لولوی سرخرمنی باعث میشه که اینا بتونن به عربستان و قطر و اینجا اونجا اسلحه بفروشن. البته یک ایده ای که مارکسیست ها بردن توی جامعه ما و تو روشن فکرهای غیر مارکسیست هم باقی موندم چون برای متاسفانه هنوز هم هست. همیشه اینطور نیست. بخاطر ببینید عمل کرد سرمایه داری بورژوازی یا به قول مارکسیست هم امپیریسم فقط توی کشور سرمایه داری کمپانی های تولید اسلحه که نیستن، ده ها و صدها کمپانی دیگه است امروزه که اینا در رقابت با هم دیگه هستن. تجربه تمام تاریخ نشون میده، تاریخ از قرن 20 به این ور، جایی که دیکتاتوری ها خودشون رو به دموکراسی میدن برای غربی ها بهتره، برای صدور سرمایه بهتره، برای فعالیت و سوددهی بیشتره،
برای که کارگرای ارزون قیمت در بیارن در اونجا توی چارچوب معینی بهتر. یعنی همیشه این روی یکم باید فکر کنیم. بنظرم حالا وارد بحثی نمیشه. نکته دوم بحث خشونت بود. به نظر من هیچ اندیشمند دموکراسی خواهی و یا هیچ دانشمند دموکراسی شناسی نگفته که حالا نگفت هیچ جا نگفتن کسی نمیتونه بیاره گفته باشه که خشونت فی نفسه بده. ولی بحث سر اینه زمانی که حکومتی افتاد از اونجا به بعد بده، اون این درسته. یعنی خشونت، انقلاب فرانسه اجازه داره خشونت داشته باشه، تو انقلاب فرانسه خشونت هست چون خشونت از فقر و بیدادیه که تو جامعه هست، درسته. ولی وقتی که رژیم حاکم افتاد از اونجا به بعد خشونت باعث نابودی خود جامعه میشه، باعث میشه انقلاب به قول معروف فرزندای خود چه بخوره. اتفاقا تو انقلاب ایران افتاد. شما راگه تو انقلاب اسلامی 57 خیلی خشونت نبود تا لحظه پیروزی به اصطلاح انقلاب. وحشتناکی قضیه از خشونتیه که بعد به وجود اومد، یعنی جمهوری اسلامی به وجود اومد که خشونت ادامه داد. بحث سر اینه خشونت، دوستان به نظرم باید تمایز قائل بشن بین خشونت قبل از سقوط یک رژیم و خشونت بعد برای رسیدن به دموکراسی. اما بحث اساسی که من می‌خواستم بکنم صحبت آقای نارمکی بود، چون گفتم من فکرم که جواب در جوابی که فکرم بخش در جواب منه، در نتیجه مجبور شدم که پاسخ بدم. ببینید ایشون گفتن که ما نباید به کسی که از جوانان حمایت جون خودشونه حمایت میکنه بگیم تو رهبری و باید مسئولیت خودت بپذیری. خب این یک تقسیم کار نانوشته است. اساسا رهبری در شرایط مرجع انتخابی نیست. معلومه کسی نگفته در شرایط انقلابی که در شرایط انقلاب تو خیابون کسی میتونه انتخابات کنه، رهبر انتخاب کنه. اون رهبری انتخابی در دموکراسی است. بحثی نیست. ولی من موافق نیستم با این حرف. من این حق شخصی آقای عالی بیان میدونم که بگه من نمیخوام مثلا در این لحظه متوقف کردم، هیچ ایرادی نیست. من تا اینجا در کنار مردم هیچ ایرادی، اونم ایرادی نداره. ولی من بحث اساسی تری دارم میگم. من میخوام بگم که بعد از سقوط جمهوری اسلامی اون چیزی که اتوریته اون دولت رو تعیین میکنه و پشت اونه همون رهبریه که قبل از این به وجود اومده. شما اگه اتوریته نداشته باشی اون دولتی که در یک شرایط خیلی متحول انقلابی وجود داره چجوری میخواد کار کنه؟ چجوری میخواد انتخابات بذاره؟ چجوری میخواد اجازه بده احزاب سیاسی فعالیت کنن؟ چجوری میخواد مجلس مؤسسان رو فرا بخونه؟ نمیتونه بکنه که. بنابراین یه اتوریته لازمه. اون اتوریته چیه؟ ما بیرون دموکراسی بیاتون باشه، اون اتوریته نیست که مردم بهش دادن توی انتخابات. اون اتوریته ای که مردم به شکل رهبری بهش میدن، یعنی رهبرای مختلف جامعه در واقع یه جوری جایگزین و انتخاباتی میشن چون شرایط دموکراتیک فراهم نیست. بنابراین توجه کنین این مسئولیت رهبرانه، علی رغم اینکه هر رهبری مثل آقای علی مقام میتونه بگه من نمیکنم، ایرادی نداره. ولی بس من بس کلیه، یعنی میخوام بگم رابطه بین رهبران قبل از سرنگونی با رهبری بروکراتیکه. یعنی اون رهبری بروکراتیک باید این رهبرا پشتیبانی کنن، اگر نه اون کار نمیتونه بکنه، درسته؟ وگرنه باید آمریکا برای ایران یه دونه رهبر درست کنه بیاره، مثل کار افغانستان که خوشبختانه در مورد ما چنین کاری عملی نیست. بنابراین یه نکته. بعد من ایشون فهمیدن که اینه که ما نباید بترسیم از رهبرای مثل آقای علی پیام اسمشون. من نه تنها نمیترسم بلکه اینا رو به رسمیت میشناسم. من به اینا میگم شما مسئولیت دارین، نمیترسین چیه؟ من میگم اینا رهبرن، برای که اینا مؤثرن. اون کسی خودشو رهبر در خارج کشور مینامد اون رهبر نیست، او یه ادعای علکیه تو تفکر قدیمی فکر میکنه رهبره. برای که میبینیم که تو این 30 چند روز یه دونه عملی نتونست انجام بده، ولی یه اسماعیلیونه یا خانم نمیدونم علی نجات از امریکا یه کار میگه ده ها صرفن میزن بیرون یه پیام میده. خب اینا رهبرن، نیست شما چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد رهبرن. ولی اینکه به طور فردی خودشون پاشون بکشن کنار هیچ ایرادی نیست. ولی وقتی ما میگیم مسئولیت، یعنی تمامیت رهبرانی که در داخل کشور امروز فعالن مسئولیت آینده هم دارن، باید یادشون باشه، باید ولش نکنن اونجا که، چون اگه ولش کنن دیگه تمام زحمات ممکنه به هدر بره. و نکته آخر این بود که ایشون گفتن هر کی میتونه یک یا دو چند یا چند تا دولت در تبعید تشکیل بده. اصلا دولت تبعید یعنی چی؟ دولت تبعید هر بی‌معنی برای زمان ما دولت انتقالی میکنیم، دولتی که محصول انقلاب بخواد بشه به نوعی. دولت در تبعید که برام بکنه 100 تا بکنه رفتی بحث من نداشته. و اینکه مردم واکنشی لازم رو انجام میدن، خب اونم معلوم انجام میدن، ولی رهبری میخوان.
برای که این واکنش های لازم شکل بگیره. بالاخره این که آقای عالی پیام فرمودن فردای پیروزی من چون نه حقوق دارم نه فران کار نقدمو میکنم و خیلی هم کار عالیه و خیلی هم درسته و ما هم احترام میذاریم به این خواستشون، ولی نکته اینه که در فردای پیروزی انقلاب یه دولت میخوان، یه بوروکراسی میخوان که مملکت اداره کنه و این عبارتش این نیست. بحث من همش اینه که رهبرای سیاسی حزبی مثلا اینو تشکیل میدن. این دولت یه دولت غیر دموکراتیک در واقع، چون منتخب نیست، ولی این دولت ضد دموکراتیک هم نیست، یه دولت انتقالی بهش میگن برای که ما گزار انجام بده و این دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه به جز اینکه امور روزمره اداره. اما امور اداره امور روزمره یعنی چی؟ یعنی اداره میلیون ها نونخوری که توی مملکت هر کدومشون از یه وزارتخونه نون میگیرن اداره میشن. وزارتخونه های عریض و طبیعی و سازمان های تابعه عریض و طبیعی باید اداره بشن. اگه اینا اداره نشن سنگ و سنگ باقی نخواهد بود. بنابراین آدم های کاردان از در درجه اول از توی خود این بوروکراسی جامونده از جمهوری اسلامی باید انتخاب بشه که واقفن، که وقوف دارن به نحوه کار امورات. بس ما اینه. بله دولت داد تعبیر از این روشن فکران نشستن استاد دانشگاه 30 بار دولت تعبیر به خودشون نمیدونن دولت تعبیر یعنی چی. دولت در تعبیر معنی دولتی میشه که مثلا جنگ جهانی دوم آلمانا اومدن زدنش فرار کرده دولت رفته توی لندن دولت در تعبیر تشکیل برای که قبلا مقبولیت و مشروعیت ملی داشته که حالا میره دولت در تعبیر تشکیل میده. یعنی که تو چهار تا روشن فکر بیان برای خودشون تو خارج کشور مثلا تو واشنگتن دولت در تبیید نشون میدن که تشکیل میدن که یه اسباب بازیه براشون، هیچ نقشی تو انقلاب ایران نداره. این آخرین نکته و بالاخره این اهمیت از این جهته من نمیخواستم بگم ولی الان میگم. تو سخنرانی درخشان شازده رضا پهلوی آخرین سخنرانیش یک اشتباه وحشتناک وجود داشت و اون همین بود که گفت ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم. خیلی بحثای درستی بود، عالی بود، ولی آدم به نظر من یکی از بهترین دموکراتای ایرانیه، ولی یه جایی گفت آخرش که دولت موقتی تشکیل میشه از سیاسیون و این دولت باید متکثر باشه. وقتی میگه متکثر یعنی گرایشات مختلف سیاسی رو بذاره دولت موقت، و این اشتباه است. برای که گرایشات نمایندگی مردم ندارن اصلا. این گرایشات باعث تحولات بد میشن، باعث درگیری های درون دولتی و بعد بحران اجتماعی میشن. بنابراین باید اینجا به این حتی دموکرات ترین و محبوب ترین شخصیت کشورمون هم باید به عنوان یک روشن فکر بتونیم نقد کنیم و اونو به گفتگو دعوتش کنیم. بنابراین من فکر میکنم که چیزی که آقای نارمکی اگر مورد توجهشون من بدم گفتن در مورد من هیچ مشتاقی نداره. خیلی متشکرم. جناب عالی پیام بفرمایید. حالا مطالبی که ایشون فرمودند که خب نظرات امید دادن و نظرات ایشونه. راجع به دولت در تبعید من فقط بگم شما 100 تا دولت در تبعید هم تشکیل بدید در داخل پشیزی مردم نه قبولش خواهد داشت نه زیر بارش خواهند داشت. دولت رو مردم پس از انقلاب تشکیل خواهند داد، همون مردمی که آخوندها رو بیرون میکنن، و به اندازه کافی من فکر میکنم که انسان لایق در داخل داشته باشیم برای همچین دولت در گذار تا مجلس مؤسسان و اینها بخواد تشکیل بشه و دیگه دولت یعنی قانونی بشه همه چیز. این در تبعیدا و این چیزها رو خیلی جدی نگیریم. نگرانی جای نگرانی وجود نداره دوستان. نمیدونم چی بگم که به کسی بر نخوره. چه جوری بگم، به چه زبونی بگم. ولی دولت در تبعیدای خود شوخیه. بله. خیلی ممنون. خانم فرزان F9 زدید، بفرمایید. برای من خیلی کوتاه میخواستم بگم با توجه به وقت که نداریم، میخواستم بگم از دیروز با توجه به اون برنامه‌ای که در برلین اتفاق افتاد، اون اتحاد برلین من در واقع اسمشو گذاشتم، ما شاهد یه سری حمله هایی هستیم به در واقع حامد اسماعیلیون، از نقد سخنرانیش تا برنامه ریزیش تا
تجزیه تحلیل سخنران‌هایی که اومدن تا افرادی که در اون جمعیت شرکت کرده بودن. خب البته از اتاق من تمام این انتقادها رو از اتاق فکر رژیم میبینم. از دیروز خیلی واکنش‌ها و حمله‌های تندی شده، اینکه چرا تجزیه طلب‌ها هستن. میخواستم در واقع به اول از همه به خود دوستان سکولار دموکراتی که گفتمان سکولار دموکراسی دارن اما رفتار سکولار دموکراسی رو در عملکرد خودشون پیش نمیگیرن بگم که در واقع از این تریبون استفاده کنم و بگم دوستان عزیزی که اندیشه سکولار دموکراسی رو به دوش میکشین اما وقتی که پاش میرسه به هیچ عنوان از یک فرد ایدولوژیک هم سپار و صد برابر فراتر میذارید، بهتره که گفتمان رو تبدیل به عملکرد بکنیم. دیروز ما شاهد یک دموکراسی مدرن سکولار بودیم، یک نمایشی از یک تمرین سکولار دموکراسی بودیم. همه با همه گرایش ها اونجا بودن، همه اقوام بودن، پرچم هم حتی داشتن اما همه احترام گذاشتن. اگر گروه LGBT صحبت کرد ربطی به آقای اسماعیلیون نداره، یک تیمی بودن برای برنامه ریزی و کاملا من در جریان هستم که خب به هر حال گروه هایی که تدوین کردن این برنامه رو یکی دو تا برنامه رو خودشون وارد این برنامه کرده بودن که خب اونها هم بودن، اما آنها هم در فردای سکولار دموکراسی حق ابراز نظر و گفتگو دارن. درسته که شاید دیروز، حالا شاید خیلی ها این انتقاد رو میکنن که چرا دیروز اینها حرف زدن، خب ما باید اینجا بگیم دوستان مشروطه و پادشاهی به مشروطه خواه ما هم کمکاری کردن و باید می اومدن و برای حداقل 10 دقیقه 5 دقیقه سخنرانی می داشتن. بنابراین با توجه به اینکه سکولار دموکراسی تکثرگرایی رو دنبال میکنه، ما باید استقبال بکنیم از این جمعیت هایی که همه با تکثر افکار و عقاید و اندیشه در کنار همدیگه محترمانه به هم احترام میذارن و نمایش آنچه که فردای ایران به آن معتقده، یک سکولار دموکراسی مدرن رو در واقع به منصه ظهور میذارم. سپاسگزارم. مرسی. شما واکنشی دارین جناب؟ والا من فکر میکنم که هنوز نه به دار نه به بار یاد اومدن سهم‌خواهی دارن میکنن، دنبال ارث و میراثن. خب اینا که تکلیفشون روشن، ولی اون چیزی که در رابطه با آقای اسماعیلیون گفته شد، عزیزان، حامد اسماعیلیون هم یک بشر مثل همه ما، ممکنه اشتباه هم بکنه، ولی این حرفایی که علیه ایشون داره زده میشه بوی حسادت میده. یه بار گفتم دوباره هم دارم. کاملا درست. خانم قیاسفند، ما چند تا از هموطنان داریم که میخوان هنوز تو نوبتن، وقتمونم آقای بهبانی لطف کنه یه پیام بخونم. بله؟ من یه پیام بخونم فقط. نه، من یه پرسش داشتم. پیام بخونید. هنوز آقای بهبانی لطف کردن پیام دادن که اگه وقت کمی بیشتر شد اشکال نداره، و البته آقای علی پیام رو نمیخوایم زیاد خسته کنیم. میخواستم اینم این ویدئویی که یک هموطنمون پیشنهاد چه کرده بود چقدر وقت میگیره؟ 7 دقیقه است اون ویدیو آقای دانش. بخواین فکر کنم وقت نیست چون الان ما 7 دقیقه وقت داریم، همون رو ممکنه لطف کنین. میشه به جای اون قبل از اون یک پیامی رو بخونم؟ چون خیلی دلم میخواد این پیام رو بخونم. چرا؟ چون حرف دل خودم هم هست به آقای عالی پیام گرامی. بفرمایید، کسی تو نوبت نیست شما. چون از ابتدای نشست صحبت نکردم میخوام این پیام رو بخونم. بفرمایید. خانم سهیلا شخصواری از فرانسه، از جنوب فرانسه نوشتند: من فکر میکنم آقای عالی پیام یک نظریه عجیبی را تکرار میکنند که در هیچ کجای تاریخ شاهدی ندارد. انقلاب رهبر نمیخواهد؟ این فقط ماجراجویی است. اگر نمیتوانیم رهبر پیدا کنیم از عجز ماست، نه مطابق با یک تئوری جدید سیاسی. آخر سر هم مطمئن باشید آن دار و دسته‌ای که رهبر دارد برنده خواهد شد و آقای عالی پیام هم که امیدوارم 100 سال دیگر زنده باشند، از حرفهایی که میگویند اظهار پشیمانی خواهند کرد. سپاسگزارم. مرسی. بله، بنده دقیقا میدونم ایشون دارن چی میگن.
بعید هم نیست موج‌سوارها و فرصت طلب‌ها بیان مصادره کنن این انقلاب رو، ولی مردم ما هوشیارن. پس اگه اجازه بدین چند دقیقه باقی مانده رو فیلم ویدئویی که از بله منم موافقم بله اونو بذاریم که حسن ختام با قول مسلمین جلسه باشی. بفرمایید. این شعر رو تقدیم میکنم به آقای حاج عبدالکریم سروش دباغ. من شنیدم باز هم مستر سروش، یافت سوراخی دعا را کرده توش. لیک سوراخ دعا گم کرده است، چون نمک بر زخم مردم کرده است. از برای دسته دباغ ها نیست مشکل این چنین شلتاق ها. حرف هایش آبکی بودند و سست، مردمن در حسرت فهم درست. ای سروش ای مرد مولانا شناس، در تعجب مانده ام از این قیاس. یا ندانی هیچ چیز از مثنوی، یا نخواندی بیت زیر از مولوی. دانش انوار است در جان رجال، نیز راه دفتر و نیقیل و غال. خوب بوده ای ناف تحلیل و سخن، ای کریم ناز عبدالدار من. قبل از آن که ایده پردازی کنی، خود کلاه خیش را قاضی کنی. دشمه زیر گلو را باز کن، بعد از آن این ترهات آغاز کن. راه خون بر مغز خود را بسته ای، با دو پا جای بزرگان جسته ای. این مدیریت اگر مطلوب بود، مملکت داری شیخان خوب بود. پس چرا از آن گرفتی فاصله، رفته ای از این مدینه فاضله؟ خیز و برگرد و بیا در کشورت، تا بگیری این همه گل در برت. کن تنفس در هوای این بهشت، تا بنوشی انگبین و شیر خشت. ای سروش نان به نرخ روز خور، با هواپیما و یا اسب و شتر. کشورت برگرد تا با چشم خیش، بنگری احوال این خلق پریش. تا ببینی در صف مرغ و شکر، مردم بی خانمان در به در. مزد یک هفته حقوق کارگر، با دو کیلو گوشت باشد سر به سر. تا ببینی کودکان کار را، روز پیزنهای شوهردار را. آن زبان گردهای بی نوا، در به در دنبال یک لقمه قضا. این طرف فقر و فقان بی قیاس، آن طرف دزدی و رانت و اختلاس. این طرف سرمایه از کف داده ها، آن طرف آقا و آقازاده ها. ایش دیدی یا شنیدی ای برار، از فروش کیش و قشم و چابهار. بعد از آن یک سر به زندان ها بزن، بی گناهان را ببین از مرد و زن. این همه اندیشمند بیست را، متهم های محیط زیست را. جرمشان آزاد خواهی انتقاد، دانش و آگاهی و فهم و سواد. آن سوادی را که کردی ادعا، توی این مخروبه جرم است و خطا. مردک دباغ آقای سروش، بعد از آن یک کفش از آهن بپوش. دور ایران عزیزم را بگرد، تا ببینی فقه و عرفانت چه کرد. تا ببینی پشت ملت دشنه را، آن طرف زاینده رود تشنه را. یک نظر دریای هامون را ببین، آب شور رود کارون را ببین. آن سواد فقهی ناظم ملس، شاهکارش سد گتوند است و بس. سوی دریای ارومیه بکوش، تا ببینی حال زارش را سروش. هیچ آیا از خودت کردی سؤال،
علت مرگ درختان شمال. بعد از این ایرادهای وارده مرد و مردان جوابم را بده. شد اگر گوشی تو روزی خراب میبری پیش فقیه مستطاب، یا اگر اسهال یابد بچه‌ات با فقیهی مینمایی مشورت، یا اگر ماشین تو شد آشلاش یک فقیه از حوزه می آوری براش. شیر حمامت اگر چک چک کند از فقیه عارفی جوی مدد، تایرت را از برای پنچری پیش دانای فقیهی میبری، از برای زایمان خانمت یک فقیه عارف آری از قمت، یا کلید خانه گم کردی اگر یک فقیه عادلی سازی خبر. قند خون تو اگر باشد زیاد چاره جویی از فقیهی با سوا، یا فشارت رفت اگر بالا کمی چاره جویی از فقیه اعلمی. زیپ شلوارت اگر روزی شکافت عارفی از قم برایش چاره یافت. گوش شیطان کر اگر گشتی کچل چاره نزد عالم اهل محل. تا که طرح این جهان انداختند هر کسی را بهر کاری ساختند. هی کجا رفتی سروش خوشگلم، مانده یک حرف دگر روی دلم. بگذریم از کوروش و از داریوش، چون زیادی هست از فهم سروش. لیک از تاریخ صد سال اخیر با تو گویم ماجرای دلپذیر. آن رضا شاهی که خواندی بی سواد بود فردی بی سواد اما خبیر. بین صدها مشکل ریز و درشت ساخت دانشگاه در آن هیر و ویر، تا توی بیمایه تعطیلش کنی. گاه بیمایه بود نان فطیر. بگذریم از کارهای دیگرش، تو فقط این شاهکارش را بگیر. این یکی کافی است تا روز ابد نام او ماند رضا شاه کبیر. با تو هستم حاج شیخ عبدالکریم، ای که پاهایت فراتر از گلیم. بعد از این هرگاه گویی حرف نو، قبل گفتن در دهان خود بجو. تا مبادا بار دیگر سو شوی، سوژه شعر من حالو شوی. براو، دست شما در نکنه، شعر بسیار جالب و پر نقد بود. خسته نباشین دوستان، به خصوص جناب شاعر گرانقدر آقای حالو، آقای عالی پیام. امیدواریم دوباره شما رو اینجا رو ببینیم. شاد و برقرار باشین، مواظب خودتون باشین، امید دیدار مجدد در این سالن. دوستان خیلی ممنون، خسته نباشید. درود بر همه دوستان. امیدوارم باز در جمع شما حضور داشته باشم. حتما. امید خدا. درود بر شما.